سلام من مهدی نوری هستم و تو این ویدیو با هم میخوایم بریم سراغ پارت سوم که پارت آخر از بخش یازدهم کتاب آکسفورد پیکچر دیکشنری هستش با موضوع اکادمیک ستادی فلاورز بریم درس رو با گل ها شروع کنیم Parts of a فلاور بخش های مختلف یک گل سید دانه بالب این پیاز گل رو بهش میگیم بالب roots، ریشه ها سیدلینگ این جوونه ای که میزنه شوت shoot. shoot، یه مقداری نسبت به سیدلینگ جوانتر هستش یعنی وقتی سرچ بکنین هر دو رو برای سیدلینگ و برای شوت بهتون میگه جوانه شوت در واقع یکم بزرگتر که بشه تبدیل به سیدلینگ میشه leaves، برگ ها یه دونه برگو میگیم لیف ل اف لیوز برگ leaf, -E leaves, ها باد قنچه پدل جمعش پدلز این برگ های گل رو میگیم ستم جمعش ستمز ساغه رو میگیم و اما انواع مختلف گل ها سانفلاور آفتاب گردون لاله هیبیسکست جوونه انار مری این گل رو بهش میگیم مری گولد دیزی روز آیریس اگه اشتباه نکنم به اسم زنبق میشناسیمش آیریس کروکس گل زعفرون و گیاه زعفرون رو میگیم کروکس گاردنیا گاردنیا از خانواده گل های یاسمن هستش. اورکید، Orchid. ارکیده بهش میگیم ما ارکید کارنیشن کارنیشن کریسانتمم کریسانتمم جزمین که خود یاسمینه ویولت که خب ما به اسم گیاه بنفشه میشناسیمش پوینسیتیا این گیاه ها هستن یه گلای برگ بزرگ قرمزی دارن بهشون میگیم پوینسریا دافدیل نرگس دافدیل لیلی هاوس پلانت گیاههایی که تو خونه نگه میداریم بوکی دست گل ثورن خار مارین لایف Amphibians and reptiles. Marine life میشه زندگی دریایی. Amphibians دوزیستان و reptiles خزندگان. Sea animals. حیوانات دریایی. Parts of a fish. بخش های مختلف یه ماهی. Fin. باله هاش رو میگیم. Fin. Gills. آبشوش. Scales. فلس. خب حالا بریم اسم موجودات مختلف دریایی رو با هم یاد بگیریم شارک کوسه کاد یه مدلی از ماهی بس ماهیایی که معمولا خوردنی هستن اینا انواع مختلف ماهیان سکوید ماهی مرکب تونا ماهی تون اون ماهی که ازش تون ماهی درست میشه اکتپوس اختاپوس فیش اشتباه نکنم ما ماهی نیزهی بهش میگیم سورت فیش ری سفره ماهی ایل مار ماهی سی هورس اسب دریایی جلی فیش عروس دریایی فلاندر این مدل از ماهی ها که کمم پهنن بهشون میگیم فلاندر کورال این مرجان های دریایی رو بهشون میگیم کورال ستارفیش ماهی ستاره ای ستاره ماهی ماسلز یک مدل از صدف هایی که میخوریم شریمپ غذای دریایی مورد علاقه من میگو سکلپ یه مدل دیگه ای از صدف ها کراب خرچنگ سی ارچین گیاه دریایی که خاردار هستش سی ارچین سنیل حلزون ورم کرم سی انمونی یه جور گل و گیاه دریاییه اما رپتایلز خزندگان الیگیتر تمساه کروکودایل کروکودیل یه مدلی دیگه ای از تمساها ها یکم نوشتنش غلط اندازه اما تلفظ میشه تورتس لاک پشتای بزرگ رو میگیم تورتس ترتل لاک پشتای کوچیک لیزرد مارمولک کوبرا مار کوبرا راتل مار زنگی ماری که اگه نیش بزنه نیشش زهر داره گاردر سنیک مارهای آبی و اونایی که تو آبن و تقریبا اشتباه نکنن میگن بی خطرن Birds, Insects and Arachnids Birds پرندگان insects حشرات arachnids اونایی که تو خانواده انکبوت هستن در واقع یه تاری چیزی رو میتنن فکر کنم هم اشتباه بود تنندگان اگه بخوایم فارسیش کنیم parts of a bird اول بخش‌های مختلف یه پرنده wing بال beak or bill نوکش رو میگیم منقارش رو feather پر کلا چنگال پنجه و شماره پنج نست لونه پرنده رو میگیم اول جغد بلو جی اسم این پرنده هست بلو جی سپارو گنجیشک وود این پرنده هی که چوب و سوراخ میکنه دارکوب اگه اشتباه نکنم ایگل اوقاب هامینگ مرغ ماهی خار بهش میگیم پنگوین پنگوان داک مرغابی گوس قاز پیکاک تاووس پیجن کبوتر رابین اگر باز اشتباه نکنم ما بهش سینه سرخ میگیم توی فارسی رابین البته رابین اگر یادتون باشه دستیار بتمن هم بود اینسکتسن ارکنیتس بریم سراغ حشرات و تنندگان واسپ زنبورهای بزرگ رو میگیم واسپ بیتل یه مدل سوسکه اگر یادتون باشه یه گروه خیلی مشهور موسیقی داشتیم تو گذشته به اسم The Beatles Butterfly پروانه Caterpillar اون کرم ابریشمی که بعدا تبدیل به پروانه میشه Moth یه مدل دیگه از پروانه ها Mosquito پشه کریکت، جیرجیرک grasshopper ملخ honeybee زنبور اصل ladybug بریتش ها بهش میگن ladybird کفش دوزک تیک، ساس fly مگس spider انکبوت scorpion اقرب domestic animals and rodents domestic animal یعنی حیوانات اهلی rodent میشه جوندگان farm animals حیواناتی که ما توی مزرعه داریمشون یا livestock cow گاو pig خوک donkey خر horse اسب goat بز شیپ گوسفند rooster خروس هن مرغ پتس اما حیوانایی که تو خونه نگهشون میداریم کت که بچهش میشه کیرن داگ که بچش میشه پاپی رابیت گینی پیگ موش آزمایشگاهی میشه گینی پیگ پاراکیت توتی goldfish این ماهی قرمز کوچولویی که ما سر سال تحویل ازشون استفاده میکنیم. rodents اما جوندگان rat موشی که خیلی بزرگ باشه mouse موش کوچیک gopher یه مدل از این موشای کور و موشای صحرایی و اینا رو بهشون میگیم گوفر. chipmunk ترجمه شده موش خورما، یه مدلی از خانواده سنجابه squirrel سنجاب prairie dog دوباره یه مدل از این خانواده موش ها هستش. Farm animals and pets are domesticated. یعنی اهلی شدن. They work for and or live with people. یا برای آدم ها کار میکنن یا با انسان ها زندگی میکنن. Animals that are not domesticated are wild. اونایی که اهلی نشده باشن میشن وحشی. Most rodents are wild. بیشتر این جوندگان وحشی هن. ماملز پستانداران موس گوزن گوزن شاخدار ماونتن لاین شیر کوهی کایوری یه مدل گرگ صحرایی اوپاسم واقعا تعریفی که ازش تو دیکشنری اومده به اسم ساریق اگه اشتباه نکنم من خودم خیلی نمیدونم چه حیوانیه ولف گرگ بافلو بایسن بوفالو بات خفاش آرمادیلو این حیونه رو بهش میگیم آرمادیلو بیور سمور جوجه جوجهتیقی بر خرس سکانک راسو رکون راکن میگیم تو فارسی ما بهش دیر گوزن فاکس روباه و اما بخش مختلف بدن این حیوان antlers این شاخاشون رو میگیم hooves سوم ویسکرز these are whiskers coat or fur پوششی که رو بدن اینجور حیوان ها هست و مویی که رو بدنشونه میگیم coat or fur پا پنجه هورن شاخ تیل دم quil، خار تیغ اما در ادامه مملز در ادامه پستانداران انتیتر مورچه خار لاما این شطورایی که خیلی بامزن یکم گردناشون نسبت به بقیه کوتاهتره بهشون میگیم لاما مانکی میمون چیمپانزی شامپانزه rhinoceros، یا راینو میشنوین کرگدن گوریلا گوریل هاینا کفدار بابون یه مدل دیگه از میمون ها جراف زرافه زبرا گورخر لپرد پلنگ انتلوپ بز کوهی لاین شیر تایگر ببر کمل شطور اورانگوتین اورانگوتان پانثر، پلنگ پاندا، پاندا الفنت هیپوپوتامس اسب آبی میگیم بهش هیپوپوتامس یا هیپو میشنویم کانگرو کانگورو کوالا پلاتیپس ترانک خرتوم تاسک آج مین یال پوچ این کیسه کانگورو رو بهش میگیم پوچ و هامپ کوهان انرژی اند بریم سراغ انرژی و محیط زیست انرژی سورسز منابع انرژی سولار انرژی انرژی خورشیدی ویند پاور نیروی باد نچرال گاز گاز طبیعی کول زغال سنگ Hydroelectric power. نیروی که از طریق آب ایجاد میشه. Oil or petroleum. نفت. Geothermal energy. انرژی که از طریق گرمایش زمین ایجاد میشه. Nuclear energy. انرژی هستهی. Biomass. Bioenergy. انرژی که از محیط زیست تامین میشه. Fusion. همجوشی فیزیکی. و اما پولوشن، آلودگی، Air pollution or smog آلودگی هوا Hazardous waste یعنی چیزهای دوریختنی خطرناک زباله های خطرناک Acid rain باران اسیدی Water pollution آلودگی آب Radiation وقتی که اثر رادیواکتیوی داشته باشیم Pesticide poisoning Pesticide میشه سمپاشی که خب باعث مسمومیت میشه اویل سپیل این هستش که نفت کش های و نفت ازشون میرزه بیرون توی دریا بهشون میگیم اویل سپیل Environmental Protection Agency, EPA, the federal group that responds to pollution and environmental disaster. این گروه EAP گروهی هستن که هر مشکلی که برای محیط زیست پیش بیاد سریعا نسبت بهش واکنش نشون میدن. Ways to conserve energy and resources. راه های مختلف برای نگهداری انرژی و منابعی که داریم. Reduce trash یعنی زباله هاتون رو کم کنید. Reuse shopping bags از کیسه های خریدتون دوباره استفاده کنید. Recycle بازیافت کنید. Buy recycled products از محصولاتی که بازیافتی هستن خرید کنید. Save water یعنی آب رو سیو کنید. جویی کنید. Fix leaky faucet فاست این شی رو میگن لیکی یعنی وقتی داره چکه میکنه اینا رو فیکس کنین تعمیر کنین ترن آف لایتس چراغای اضافی رو خاموش کنید یوز انرژی افیشنت بالبز از لامپای استفاده کنید که نسبت به انرژی خوش مصرف باشن کارپول به که تک تک با ماشیناتون برین سر کار با همدیگه یه جا برین سر کار به این میگن کارپول کردن adjust the ترموستات یعنی این دمای هواتون رو توی زمستون و تابستون فیکسش کنین. Wash clothes in cold water. لباساتون رو با آب سرد بشورین. Don't litter. آشغال نریزین. Compost food scraps. این غذاها تهمونده های غذایی که میمونه بیاین تبدیل به کمپستشون کنین. Plant a tree. درخت بکارین. A graduation. بریم سراغه یه فارغ و تحصیلی. Photographer. عکاس. فانی فوتو یه عکس بامزه سیریس فوتو یه عکس جدی گست سپیکر کسی که مهمان سخنران مهمان در واقع و میاد سخنرانی میکنه پودیم به این جایی که پشتش وایمسن سخنرانی میکنن میگن پودیم I'm behind the mayor. Mayor میشه شهردار. Ceremony. Ceremony میشه جشن. کپ. به این کلایی که میذاریم سرمون میگن کپ. And this one is gown. این چیزی که میپوشیم رو میگیم گاون. Take a picture. عکس گرفتن. Cry. گریه کردن. Celebrate. جشن گرفتن. Look at these great photos on my web page. این اکس خیلی عالی رو روی صفحه وب من نگاه کنید. The first three are from my favorite classes. سه تا اول مال کلاس محبوبمه. But the other pictures are from graduation day. اما بقیهش مال روز فارغ التحصیلیمه. There are two pictures of my classmates in caps and gowns. یه سری دوتا اکس هست از همکلاسیام که کلاه گذاشتن و لباس مخصوص فارغ التحصیلی پوشیدن. In the first picture we are laughing. تو تصویر اول داریم میخندیم. And the photographer is upset. عکاسه ناراحته. In the second photo we are serious. تو اکس دوم دیگه جدیم. I like the serious photos. من از عکسای جدی خوشم میاد. But I love the funny photos. اما خب عاشق عکسای بامزه‌ام. There is also a picture of our guest speaker. یه عکس هم از سخنران مهمانمون هست. The mayor, شهردار. She is standing at the podium. پشت این میز سخنرانی وایساده. Next, you can see me at the graduation ceremony. بعدی تو عکس بعدی میتونین منو تو مراسم فارغ التحصیلی ببینین. My dad wanted to take a picture of me with my diploma. بابا میخواست از من یه عکس بگیره عکس گرفتم میشه take a picture با مدرکی که گرفته بودم that's my mom next to him اونم مامانم کنارش she cries when she's happy وقتی خوشحاله گریه میکنه after the ceremony everyone was happy بعد از این جشن و مراسم همه خوشحال بودن but no one cried اما هیچ که گریه نکرد we wanted to celebrate and we did ما میخواستیم جشن بگیریم که گرفتیم خب رسیدیم به پایان پارت 11 هم از کتاب OPD با عنوان اکادمیک ستادی. بریم با همدیگه سراغ پارت بعدی پارت 12 هم که بخش آخر کتابه.